درس آموزی از مرحله اول انقلاب سعی کرد خودش رو برای مراحل تکمیلی و بعدی انقلاب آماده بکنه. اولین کاری که انصار الله انجام داد و یک هوشمندی بسیار مهمی رو ما در این حرکت مشاهده می‌کنیم این بود که آمد سرمایه اجتماعی خودش رو افزایش داد. انصار الله با در واقع در نظر گرفتن مطالبات کل جامعه یمن و خارج کردن مسیر انقلاب از قومی و فرقه‌ای یا اساساً بحث انحصار طلبی در عباس انقلاب و حتی فرایند تحقق مطالبات یک سرمایه اجتماعی عظیمی رو ایجاد کرد که این سرمایه اجتماعی عظیم باعث یک انسجام ملی و شکل‌گیری مرحله دوم از انقلاب یمن شد. نکته دومی که در حرکت انصار الله به عنوان یک حرکت خوشبین مشاهده می شود این هستش که اساساً متوسل به خشونت نشد و کاملاً فرایند تحقق مطالبات انقلابی رو از طریق اقدامات مسالمت جو و نرم دنبال کرد و در یک فضای حداکثری مطالبات رو به عنوان حقوق ملت یمن مطالبه کرد و حتی در جاهایی که دیگران سعی کردن انصار الله رو به خطا وادار کنن انصار الله با هوشمندی از افتادن در اون تله‌های استراتژیک پرهیز کرد و تا همین الان هم که ما تو صحنه یمن مشاهده میکنیم هوشمندی رو حفظ کرده. انصار الله با شبکه سازی مردمی گسترده و وسیع و در عین حال یک ائتلاف ملی و مذهبی در یمن توانسته است یک اجماع برای مرحله دوم انقلاب رو در یمن فراهم بکنه. و نکته اساسی دیگر این هستش که انصار الله از فرصتاش خیلی خوب استفاده کرد. مهمترین فرصتی که پیش روی انصار الله قرار گرفت خلأ قدرتی بود که در یک مرحله در عربستان به عنوان در واقع یکی از عوامل مؤثر بر حوزه یمن به وجود آمد. مرگ عبدالله پادشاه سعودی شرایط فرصتی رو برای انصار الله به وجود آورد. انصار الله از اون خلا استفاده کرد و بیانیه قانون اساسی رو منتشر کرد و در عین حال داشتن برنامه برای نهایی کردن انقلاب یکی از کارهای بسیار اساسی دیگری بود که انصار الله روی اون کار کرده بود. تشکیل دولت وحدت ملی و در واقع سهیم کردن همه مخالفین استبداد و استکبار به نوعی این شرایط رو برای نهایی کردن انقلاب فراهم کرد.